بینندگان گرامی، هموطنان عزیز، سلام بر شما. در قسمت‌های پیشین این سلسله برنامه گفتیم که چگونه مجاهدین به منظور نجات انقلاب ضد سلطنتی و دستاوردهای گرانقدر آن که خمینی به سرقت برده بود و به منظور ایجاد وحدت مجدد در جامعه‌ای که خمینی با عملکردهای خودش اون رو شرح شرح کرده بود، مسعود رجوی رو به عنوان کاندیدای نسل انقلاب برای اولین دوره ریاست جمهوری معرفی کردند و چگونه این کاندیدا با حمایت گسترده همه هموطنان تحت ستم و همه اخشار آگاه جامعه به صورت یک ثقل سیاسی نیرومند که رأی میلیون ها نفر رو در پشت سر خود داشت ظاهر شد و خمینی که در سیمای اون تهدید رژیم عقب مانده و پوسیدش رو حس می کرد، فتوای حذف اون رو از دور رقابت‌های انتخاباتی صادر کرد. آخرین بخش این برنامه رو اختصاص دادیم به توضیحات روشنگرانی که در همون سال و همون ایام توسط کاندیدای نسل انقلاب مسعود رجوی درباره اون انتخابات ایراد شده. این سخنان در کلاس تبیین جهان که به طور هفتگی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شد و 10,000 تن از جوانان و دانشجویان در اون شرکت می کردند بیان شده. متشکرم.